در امر پزشکی تشخیص حرف اول را می زند و در زندگی شما سلامت چشم ها و دید شما برایتان در مقام اول قرار دارد. پس به چشم پزشکی حاذق و صادق مراجعه کنید که با تشخیصهای اعجاب انگیزش تحسین جامعه چشم پزشکی را برانگیخته. دکتر جان رضاپور، چشم پزشک مورد اعتماد جامعه ایرانی. دکتر جان رضاپور با داشتن دو بورد تخصصی از آمریکا به همراه فوق تخصص در قرنیه و کاتاراکت، چشم پزشکی است منحصر به فرد در تشخیص و درمان. Advanced Eye Surgery Clinic 818-205-1200 310-657-3200. دکتر جان رضاپور هستم از Advanced Eye Surgery Clinic، یکی از مجهزترین کلینیک های غرب امریکا. Advanced Eye Surgery Clinic مجهز به تکنولوژی بسیار پیشرفته چشم پزشکی است که توسط FDA اپروف شده است. منتظر دیدارتون در Advanced Eye Surgery Clinic هستیم. با درود به شما بینندگان از ارجمند برنامه شیفتهای جهان چشم پزشکی، امیدوارم از که حالتون خوب باشه و سرحال باشید و تندرست. فرصت داشته باشید تا با هم سری در کهکشان علم و اندیشه داشته باشیم، فلک را سخت بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. این برنامه هر هفته روزهای شنبه ساعت 12 تا 1 بعد از نیم روز بر لس آنجلس از شبکه جهانی تلویزیون پاس شما عزیزان تقدیم می‌گردد و من دکتر رضاپور، جراح و متخصص بیماری‌های چشم، در این برنامه درباره بیماری و جراحی چشم با شما سخن می‌گویم. طبق روال همیشه یه برنامه سخنی خواهیم داشت در ابتدای برنامه و بعد در قسمت بعد برنامه خواهش می‌کنم که اگر سوالی دارید مطرح بفرمایید تا در حد بذات برنامه به سوالاتتون پاسخ بدم. متأسفانه این هفته برنامه پرسش پاسخ نداریم از رادیو ایران، بنابراین اگر چنچه سوالی داری سوالاتتون رو در همین برنامه بفرمایید تا بتوانیم در این فرصت نسبتاً کوتاهی که داریم به سوالات پاسخ بدیم. اما اجازه فرمایید که در مورد یکی از موضوعها من صحبت بکنم و بعد اگر دوستان سوالات دارن خواهش میکنم زودتر سوالاتتون رو مطرح کنید، چون من میبینم همیشه آخر وقت خطا پرن و من باعث برنامه رو ترک کنم. یک موردی که خب باعث به عرضتون برسونم اینه که آقای دکتر نصیری متخصص گلاکوما یا آبی سیاه به گروه ما پیوستن. به ایشون ویلکام میگیم، خوش آمد میگوییم و از دوستانی که گلاکوما دارن به خصوص آبی سیاه حتما با ایشون وقت بگیرن. ایشون یکی از اساتید بسیار ارزنده دوهینی های اینستیتوت وابسته UCLA هستن و پنجشنبه ها در مطب من در انسینو مریضه گلاکوما رو میبینم. پس اگر چون چه واقعا گلاکوما دارید و درمونده اید که چه باید کرد، با ایشون حتما یک مشورتی داشته باشید. نکته دوم این استش که همونطور که عرض کردم، ما دیگر هیچ عمل کاتاراکتی رو بدون لیزر عمل نمی کنیم. یعنی از چند هفته قبل دیگر همه اعمال جراحی رو ما با لیزر انجام میدیم، چون قبل از اون با آلتراساوند و با بسیار تیغ انجام میشد، ولی الان دیگه با فقط لیزر انجام میشه و مطمئنن وقتی با لیزر انجام میدهیم نتایج بسیار خوبی میگیریم. هم برای بیماران سیف هست، هم برای جراح، و هم نتایج درخشانتری رو به بار میآورد. استادی ها نشون میداد که اعمال جراحی با بدون لیزر چیزی حدود 5 تا 10% میتونن کامپلیکیشن داشته باشن، اعمال جراحی با لیزر چیزی کمتر از 1% میتونه عارضه داشته باشه. بنابراین خیلی تفاوت زیاده و به همین دلیل توصیه میشود که کاتاراکت رو با لیزر عمل کن. اما اجازه فرمایید به کیس روز بپردازیم. چندی پیش آقای
40 ساله به مطب مراجعه کرد که ایشون از تقریبا 3-4 هفته قبل تب و لرز میکرده، شبها خیلی بی‌اشتها شده، خیلی وزن کم کرده و اخیراً از هفته پیش دید چشمش ناگهان تار شده و خیلی به دید چشمش افت کرد، دید چشم شبش. بیمار سابقه مهمی ذکر نمی کنه، یه کمی کلسترول داره ولی بیماری دیگری نداره. البته ایشون 2-3 هفته قبل، یعنی 1-2 هفته بعد، 1 هفته بعد از اینکه تب و لرز میکنه با پرایمری کیرش تماس میگیره و ایشون رو زوم میکنه و میگوید که احتمالا شما آنفلانزا گرفته اید، فلو گرفته اید و داروهایی مثلا به اصطلاح تماویر و استامینوفن کدئین بهشون میده و میگوید استراحت بکنید، اما هیچ تأثیری نداشته است که به خاطر تاری چشمش به ما مراجعه میکنه. همونطور که عرض کردم سابقه کانسر، سابقه بیماری مهم مثل دیابت، سابقه HIV، ایدز، چیزی که ما فکر میکنیم که میتواند عفونت ناگهانی در چشم ایجاد کنه نداشته است. البته میگوید کمی الکل مینوشم، ولی بعدا در داستان خواهیم دید که ایشون یک الکلیک واضح و خیلی خیلی بد هستش. وقتی معاینش میکنیم در معاینه دید چشم راستش خوبه، ترمان توین توینیه، دید چشم چپش خیلی کمه، توین هنرده، یعنی تقریبا خیلی بد. در قسمت های قدامی فقط در چشم چپش میبینیم یک کمی التهاب داره. در داخل اتاق قدامیش تعداد سلول فلرسل هست و وقتی مریض رو دایلیت میکنه در تای چشمش یک برجستگی خیلی بزرگه، زرد رنگ متمایل به قهوه‌ای در کنار مکولا دیده میشه. اولین فکری که آدم میکنه وقتی یه مس در ته چشم مریض میبینه، یه نکنه کوروئیدال ملانوماست، کانسر مثل ملانومای چشم میخوره، چون سنش هم برادر همین سنین هست معمولا و وزن کم کرده، ولی خوب تب و لرز نباید داشته باشه. اما خوب که دقت میکنیم میبینیم یه مقداری تغییراتی در شبکیه هست که با این نمیخوره، یه مقدار سلول اونجا پراکنده است و در داخل ویتره سلول هست و بیشتر به یک به اصطلاح اندوفتالمایتیس یا عفونت چشمی میخوره. به هر حال وقتی که از ایشون یک فوندس فوتوگرافی میگیریم و بعد یک OCT میگیریم، OCT نشون میدهد که واقعا این یک ابسه خیلی چرکی خیلی بزرگی در ته چشم ایشون هست. خب یه آدم سالم و معمولی که یک چنین ابسسی در ته چشمش نمیگیره. ما این ابسس رو در کیا میبینیم؟ در کسی که HIV داره، در کسی که ایدز داره، در کسی که سل داره، در کسی که کانسر داره، در کسی که یه بیماری آتوایمیون داره، در کسی که دیابت داره، در کسی که تحت درمان به اصطلاح ایمونوسیپرسیو هست، مثلا برای بیماری آتوایمیون، در اینا دیده میشه. ایشون میگه من هیچ کم از این مسئله رو ندارم. آزمایش هم که میکنیم میبینیم ایشون ایدز نداره، ایشون واقعا HIV نداره، ولی از درد شکم هم شکایت داره. به همین دلیل مریض رو میفرستیم پیش متخصص عفونی، ایشون بستری میشه، یک به اصطلاح آلتراساوند شکمی میشه و متوجه میشه که یک ابسس بزرگی هم در کبد ایشون هست. به اصطلاح اینترونشنال رادیولوژیست این ابسس رو تخلیه میکنه، میفرستن برای آزمایشگاه و جواب میاد کلپسیلا نومونی. حتی ایشون میگه که روزه اول هم یه سرفه داشته. کلپسیلا نومونی یک باسیل، یک باکتری گرام پوزیتیوه که معمولا به طور نرمال توی دهان ما، توی گلوی ما، توی دستگاه گوارش ما هست. مثلا این معمولا بیماریزا نیست مگر اینکه ما دوچار یک افت ایمنیتی بشیم، ایمنی بدنمون افت کنه، یک به اصطلاح پردیسپوزیشن فاکتور ایجاد بکنه. خب چه فاکتوری در این آدم آماده کرده ایشون رو که کلپسیلا نومونی اینجوری به بدنشون حمله کنه؟ الکل. ایشون الکلیک هست. یک آدم الکلیک به راحتی میتواند این عفونت وحشتناک رو بگیره.
این کلبسیلا نومونی میتونه همه جا رو عفونت بده، کبد عفونت بده، کلیه بده، دستگاه گوارش رو عفونت بده، مننجایتیس ایجاد بکنه و به خصوص در چشم این عفونتی که گفتم ایجاد بکنه. برایشون رو تحت درمان گذاشتیم با تزریق ونکومایسین و داروهای به اصطلاح خیلی مؤثر برای ابسس در داخل چشم، ولی معمولا اینا پیش آگهیشون بده، معمولا اینا دیدشون خیلی خوب نخواهد بود به دلیل اینکه واقعا اندوفتالماتیس بیماری بده. اندوفتالماتیس چیه؟ اندوفتالماتیس یک عفونت داخل چشم است. این عفونت دو شکل، یا عفونت به اصطلاح اگزاجنوسه، یعنی از خارج میکروب وارد میشه، یا اندوجنوسه، یا از داخل بدن میکروب وارد چشم میشه. خب کی میکروب از خارج وارد میشه؟ زمانی که ما چشم رو جراحی میکنیم، اگر آلودگی ایجاد بشه یا ضربه به چشم وارد بشه که باعث سوراخ شدن چشم بشه، یا مثلا وقتی که تزریق میکنن برای کسانی که مکرودیلیشن دارن، اگر خب آلودگی ایجاد بشه میتونه اندوفتالماتیس از خارج ایجاد بشه، میشه این اگزاجنوس. ولی وقتی که از داخل میکروب میاد، مثل این فرد، یعنی از داخل بدنش، مثلا دستگاه گوارشش کلبسیلا وارد کبدش شده، اونجا ابسس درست کرده، از اونجا میکروب ها آزاد شدن، اومدن تو جریان خون، رفتن توی چشمش. بافت چشم هم که ایدئال برای میکروب هاست، خیلی دوست دارن بافت چشم، خیلی لذیذه براشون، بنابراین میرن اونجا با عفونت ایجاد. پس بنابراین گفتیم که کسانی که دیابت دارن با مواظب باشن، که کسانی که تحت درمان ایمنو داروهای ایمنو سوپرسیپ هستن برای بیماری های آتو ایمیون، کسی که HIV داره، کسی که ایدز داره، اینا مواردی هستش که واقعا باعثی، یا کسانی که از این انولینگ کاتتر دارن، کاتتر توی مجرای ادرارشون هست، اینا آمادگی دارن که عفونت های داخلی پیدا کنن و این عفونت ها برود و یک همچین حادثه عظیم ایجاد کنن. معمولا 10% کسی که عفونت کلبسیلایی کبد پیدا میکنه، 10% احتمال مرگ و میرش هست. اینا خیلی، این بیماری خیلی خطرناک هستش و گفتم در چشم معمولا این دیدی پیدا نمی کنن، به خاطر اینکه بسیار بسیار درمانش سخته و معمولا بعد به درمان جواب میده. این کیسی بود که حالا درسایی که از این کیس میگیریم، یک، این مریض روزهای اول تازه چشمش کم درد داشته و تازه شروع شده بود و یک کم قرمز شده بود. شاید اگر روزهای اول مراجعه میکرد که ابسسی به این بزرگی در کنار مکلاش ایجاد نمیشد، چون بعد این ابسس پاره شد و تمام چرک داخل چشمش شد، شاید میشد چشمش رو نجات داد. ولی وقتی که اینقدر پیشرفت میکنه، نجات چشم ترمان غیر ممکن. بنابراین هیچ بیماری رو ساده نگیرید، همون اول بیماری واقعا مراجعه کنید تا بشود بیماری رو افسار زد، بیماری رو مهار کرد، بیماری رو جلوش گرفت. در مراحل پیشرفته خیلی از بیماری ها دیگه کاری از دست و ساخته نیست و میتواند عارضه نهایی رو به مریض بده. پس از این کیس امیدوارم که این درس ها رو گرفته باشیم و یادون باشد که خیلی این مسئله حیاتی و مهمی هستش. اما نکته دیگر آن که هفته قبل شخصی به من زنگ زدن که مادرشون بیماری تاکایاسو داره و در مورد عوارض چشمی این بیماری صحبت کردن. من در موردش مقدار مطالعه کردم. بیماری تاکایاسو یه بیماری آتو ایمیون رگ‌های بزرگ گرفتار میکنه، عروق بزرگ مثل آورت، مثل رگ‌های مزنتریک روده، رگ‌های کراتید، رگ‌های بزرگ دست، اینا رو گرفتار میکنه. اسمش بیماری پالسلس هم هست، این مرض پالس ندارن به خاطر اینکه رگ‌هاشون بسته است. این بیماری میتونه در چشم هم زایجت کنه، چون عروق رو گرفتار میکنه و وقتی در چشم بیماری عروقی ایجاد بکنه، میتونه اسکمیک آپتیک اتروفی بده و حتی باعث نابینایی بشه. پس بنابراین درمان بیماری تاکایاسو با کورتون خیلی ضروری است و باعث حتما توجه داشته باشید. اجازه فرمید که
در اینجا با دوستان عزیز صحبت بکنید که رضا پور هستم از شرکت‌های جهان چشم پزشکی. بفرمایید. الو. الو، سلام آقای دکتر. دوست عزیز با ما هستن؟ سلام آقای دکتر. خب مثل این که متوجه نیستن ایشون. سلام آقای دکتر. سلام عزیزم، بفرمایید عزیز. خسته نباشین. مرسی، خیلی ممنون، بفرمایید. آقای دکتر من یه سوالی داشتم راجع به مادرم که 74 سالشه. ایشون دیابتی هستش، مشکل رتیناپسی داره، چشم چپش هم گلوکوما داره، هم مدام تزریق میشه، یعنی هر 3 ماه یه بار تزریق میشه. قبلا آواستین تزریق میکردن، بعد ریاکشن نشون داد به آواستین، الان لوسنتیز تزریق میکنن. ولی آخرین باری که تزریق شد حدود 2 هفته پیش، چشش شدیدا قرمز شد، خصوصا پلک پایین و بالا و این قسمت کارانکل، من نمیدونم به فارسی چی میشه، شدیدا قرمز شد و اون قرمزی همچنان موند، یعنی هر چقدر که صبر کردیم کمتر شد، ولی الان بعد 2 هفته کاملا از بین نرفته بود. تا اینکه دیروز یه قطره قبلنو سابقه آیرایتس داشت، بعد اینکه ورم آیرایتس بعد عمل کاتاراکت تو همون چشم چپ، یه قطره به شده بودن به اسم فلورومتالون، بعد اونو همینجوری امتحان کرد، گفت بذار یه قطره از این بریزم ببینم که بهتر میشه یا نه. خوشبختانه بهتر شد. میخواستم بپرسم ببینم که آیا اون لوسنتس دوباره باعث ورم تو چشمش میشه یا اصلا علت اون قرمزی، و خیلی هم اذیت میشد، میگفت که شدیدن میسوزه، مدام ناراحت بود، دیدش مختل شده بود، ولی بعد استفاده از اون حتی مثلا اشک چشمش، آب چشمش سرازی میشد، بعد استفاده از اون قطره خیلی بهتر شد. حالا نمیدونم آیا اون تزریق باعث دوباره ورم در چشم شده، آیا این رو بعد ادامه بده، بعد بره دکتر ببینه، چیکار باید بکنه؟ من فکر نمی کنم که این حادثه‌ای که ایجاد شده به خاطر لوسنتیس بوده. به احتمال قوی برای ایشون چون سابقه آیرایتیس دارن، هر تحریکی هر بار میتونه واقعا باعث فلر اپ و بیدار شدن این آیرایتیس ایشون بشود. و اینکه به FML فلومتولون هم خوب جواب داده، معنیش اینه که آیرایتیس داشتن که اون قرمزی شدید رو ایجاد کرده، و نه ربطی به لوسنتیسشون نداره. به نظرم لوسنتیس رو ادامه بدن. منتها من اگر جای چشم پزشکی شما باشم، ایشون رو از روی داروی استیروید به مدت حداقل 6 هفته به اصطلاح جدا نمی‌کنم، روی استیروید نگه می‌دارم که اگر تزریقم شد یو وی آیتیسشون فلر اپ نکنه، یا خودتون همون اف ام ال رو حداقل روزی 2 بار ادامه بدهید، قطعش نکنید، حتی موقعی که میرن تزریق میکنن بعد از اونم ادامه بدی. یعنی آقای دکتر مدام باید رو این دارو باشه، یعنی قطع نکنه؟ حداقل 6 هفته بایستی باشه تا این سابساید بکنه، آروم بشه، بعد یواشهاش قطع بشه. بعد آقای دکتر همون روزی 2 قطره استفاده کنه، چون قبلنا با یه دوز بالا شروع میکردن، بعد آروم آروم دوز رو کم میکردن. همونطوری باید باشه، یعنی معمولاً گاهی اوقات ما هر 2 ساعت 2 ساعت میدیم، 24 ساعت اول، بعد میکنیم شرط 4 ساعت به 4 ساعت 1 هفته، بعد 3 بار در روز 1 هفته، و بعد 2 بار در روز، و بعد 1 بار در روز. بله، معمولا این دارو باید تیپر بشه، آروم 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 تیپر بشه داون و آروم. ولی وقتی که رسید به مثلا روزی 1 بار یا 2 بار، اون یه مدتی باید ادامه بشه. آقای دکتر یه سال دیگه راجع به گلوکوما داشتم ازتون. تو همون چشم چپ مشکل گلوکوما هم داره، قبلنا همیشه، الانم هم که الانه رو قطره کوسابت برند و پرزرویتیو فری هم استفاده میکنه، رو قطره کوسابت هستش تو هر 2 چشم، ولی برای چشم چپش قطره قبلا زایابتان تجویز کردن. متاسفانه حد زدن که این داره احتمالا ورم رو بدتر میکنه، و خودش هم تپش شدید قلبش میداد، متوجه شد که اون قطره تپش قلبش میده، اونو متوقف کردن، به جاش الفاگان دادن بهش 3 بار در روز، ولی باز هم میگن که فشارش هم الان 15-16، ولی میگم با توجه به وضعیت چشم چپ باید پایین تر باشه، یعنی حدود 13 یا نهایت 14 باشه. خواستن یه قطره به اسم روپرسا اضافه کنن، یه سمپلی بهش دادن که متاسفانه با همون استفاده اول
چشم شدیدن قرمز شد و گفت خیلی احساس سوزش داره و اینا، متوقف کرد. بعد الان میخواستم ببینم که راهکاری داره، چون این قطره واقعا اذیتش میکنه. من در مریضی که اینقدر چشمش کامپلیکیتد هستش، یوویتیس داره، گلاکوما داره، مکرودیژن داره، دیابتیک رتینوپاتی داره، چی نداره، یعنی همه چیز داره، خیلی مایلم که شانت برای ایشون بزن. ایشون باید عمل بشه، یه شانت برایش بذارن که راحت بشه دیگه، دوا نزد. برای اینکه بعضی از این دواها فشار رو بالا میبره، بعضی از این دواها یوویتیس رو تحریک میکنه. دوا میدی برای یوویتیس، فشار رو بالا میبره. دوا میدی برای فشار، چون تمام پاراستاگلاندین ها یوویتیس رو تحریک میکنن، بیدارش میکنن. بنابراین من منطقی میدونم که ایشون یه گلاکوما اسپشیالیست ببینه و توصیه خود من اینه که برای شانت بگذارن که دارو استفاده نکنه، یعنی به این ترتیب فشار رو کنترل کنن. وقتی فشار پایین باشه، چون با شانت فشار حدود 8.9 میاد، بیاد پایین، فشار در اون حد بماند، دیگه هیچ داروی فشاری نریزن که تحریک نشه. اون بخر موقع بخواد کورتون بریزن، دیگه آزادن، دستشون آزاده و به راحتی میتوانن کورتون برشون استفاده کنن. بنابراین یک گلاکوما. شما کجا زندگی میکنید؟ ما تو کالیفرنیا هستیم و پزشک سنفورد داره، یعنی گلاکوما اسپشیالیست داره، ولی هیچ وقت عمل رو توصیه نکرده. با بله، با سنفورد، که سنفورد برای مطمئنن چشم پزشکیشون خوب هست. باشون صحبت بکنید، بگید که آیا موافق هستید برای مادر من یه شانت بگذارید و یه مقدار بردن این داروها رو از روی چشمش برداری. به هر حال گاهی اوقات چشم‌پزشک با یک هینت شما بیدار میشه و براش این کار رو انجام میده. به نظر من ایشون مناسب یک شانت هستش، باید سی برشون شانت گذاشته میشه. گلوکوما سپیشلیست خاصی مد نظرتون هست که معرفی کنیم براش؟ چی؟ من در نوردن کالیفرنیا الان کسی تو ذهنم نیست، مگر اینکه مطب گرفتم لیست رو نگاه کنم ببینم کی اونجا هست بهتون بگم، مطب زنگ بزنید تا بهتون بگم، الان تو ذهنم نیست. ولی خب اینجا ما زیاد داریم گلوکوما سپیشلیست، ولی در شمال نمیشناسم کسی رو، یعنی کسی الان تو ذهنم نیست، میشناسم ولی حضور ذهن الان نداره. به مطب زنگ بزنید تا بهتون معرفی. خیلی ممنون، حتما مزاحمتون میشم. مرسی، ممنون. دوستون بخیر. روز بخیر. روز. بله. همونطور که شنیدید، واقعا گاهی اوقات تمام، به نظر من تمام بیماری هایی که در مورد این شخص گفتن ناشی از دیابت ایشون، یعنی ایشون دیابتیک رتیناپاتی پیدا کردن که حاصل دیابت کنترل نشده است، یعنی دیابت رو کنترل نکردن، دیابت رتیناپاتی ایجاد شده. دیابت رتیناپاتی میتونه واسکولار نیوواسکولار گلاکوما ایجاد بکنه، میتونه نیوواسکولار گلاکوما، میتونه آرترایتیس ایجاد بکنه و کدرک. بنابراین همه بیماری ایشون ناشی از چیست؟ ناشی از دیابتیس ایشونه. بنابراین دیابتیس رو اگر شما واقعا ساده انگار باشید و کنترلش نکنید، میتواند واقعا داستان‌های بسیار طولانی براتون بیاد. اجازه سرم به دوست از دیگر صحبت بکنم. دکتر رضاپور هستم، بفرمید. الو. الو، سلام علیکم آقای دکتر. سلام عزیزم. من دو سه ماه پیش چشمو عمل کردم کاتاراکت، بعد احساس میکنم که یه موقعی باید چشمو بمالم، یعنی آهسته بمالم، چون مثل که پرده جلو چشم درست مثلا میبینم، ولی یه حالتیست که هی باید چیز کنم، چشمو رد کنم، یه چیزی نمیدونم، این مربوط به خشکی چشمه، نمیدونم. شما چه نوع لنزی در داخل چشمتون هست؟ لنز مانوفوکال هست یا مولتیفوکال؟ لنز برای هم دوره نزدیکه یا فقط مال دوره؟ پول دادم $1,000 اینو دادم، $1,000 اونو دادم، نمیدونم. خب نه، توریک براتون گذاشتن، اون توریکه، چون لنز مولتیفوکال گرونتر از اینه، احتمالاً توریک براتون گذاشتن یا ممکنه فمتو کرده باشن. برات ببینید،
اولین چیزی که در مورد یک فردی مثل شما هست اینه که ما نگاه کنیم ببینیم پشت لنزتون کدورت ایجاد نشده باشه، چون گاهی اوقات حتی بعد از یک ماه میتونه این کدورت ایجاد بشه. وقتی این کدورت ایجاد شد با یه لیزر تمیزش میکنیم، دیدتون بهتر میشه. این اولین فکریست که میکنیم. اگر اون نباشه خب چیزهای دیگر رو باید فکر کرد، نکنه ته چشمتون برم داره. اگر اینا هیچ کم نباشه خب بله، خشک چشمم میتواند این حالت رو ایجاد بکنه که اونم باید درمان بشه. اینه که بستگی داره که کدام یک از این حالت ها ایجاد شده باشه، بر حسب تشخیصمون بایستی درمانش کنم. اگر خشکی باشه خب باید اینتنسیولی خشکیتون رو درمان بکنه، میگم اینتنسیولی یعنی خیلی شدید درمان بشه. یا اگر فرضون که پشت لنزتون کدورت پیدا کرده بایستی با لیزر تمیزش کنیم. اگر ته چشمتون ورم داره خب اون مسئله جداست، درمان های خاص خودش رو باید داشته باشه. اینه که بر حسب نوع تشخیص اون درمان مخصوص بایستی داده بشه. ولی علی ای حال فعلا شما تنها کاری که میکنید اینه که خشکی چشمتون رو خیلی شدید درمان کنید. به دکترتون بگید براتون پلاگ بگذارن، قطره براتون بنویسن، یه دوره کوتاه کورتون مصرف کنید، زایدرا یا رستسیس استفاده کنید تا بلکه خشکیتون بهتر بشه. اگر مشکل ادامه داشت حتما بایستی پشت لنزتون تمیز بشه. با لیزر یه سوال کوچیکی هم داشتم، این تاموکسفین به چشم ضرر میزنه؟ الو تاموکسفین؟ بله بله بله. ببینید بله، تاموکسفین در چشم عوارضی ایجاد میکنه. حالا نه این که هر کس بخورم چون کم ترسیم گرفتم. ببینید این بخورم این نیست، این حرف من که هر کس تاموکسفین استفاده میکنه دچار عارضه چشم میشه، نه. به طور جنرال گفته شده است که تاموکسفن میتواند در چشم این عوارضی که عرض میکنم رو داشته باشه. حالا این ممکنه فقط دو مورد در صد مورد اتفاق بیفته. حالا برای اینکه ما این مسئله رو مورد توجه قرار بدیم، واسه معمولا هر 6 ماه یک دفعه مریضمون رو میبینیم، ویژوال فیلد میگیریم، تای چشمش رو نگاه میکنیم، قرنیهش رو نگاه میکنیم. اگر چیزی نبود میگیم تاموکسفن رو ادامه بده، اگر چیزی بود میگیم خب تاموکسفن رو استاپ بکنیم. چی هست این عوارض در چشم؟ یکی کریستال هایی از تاموکسفن میتواند در قرنیه رسوب بکنه و همین کریستال ها میتواند در شبکیه رسوب بکنه، در اونجا مکلوپاتی ایجاد بکنه، در اینجا کراتایتیس ایجاد بکنه. بنابراین اگر اینها باشد بایستی تاموکسفن استاپ بشه، اگر نباشد نباید استاپ بکنه. خیلی از مرزه، یعنی از 100 نفری که تاموکسفن استفاده میکنن 98 نفرشون هیچ وقت این عوارض رو پیدا نمیکنن. دو مورد ممکنه از 100 مورد این عارض رو پیدا کنه. پس بنابراین به معنی این نیست که شما تاموکسفنتون رو مصرف نکنید، معنیش اینه که با چشم پزشکتون در میون بگذارید، میدان دید هر 6 ماه براتون بگیرن، تا چشمتون هر 6 ماه ببینن و اگر همه چیز اوکی ادامه بدید درمان. یک دنیا ممنون آقای دکتر، متشکر از لطفتون، خدا حافظ. خدا حافظ. خب داشتم در مورد تکایسو صحبت میکردم که در چشم عوارضی ایجاد میکنه که میتواند این عوارض خیلی چیزها باشه، مثل نیوواسکولر به اصطلاح ممبرین ایجاد بکنه، باعث اپتیک اتروپی یا ایسکمیک اپتیک اتروپی بشه، میتواند حتی به اصطلاح به خاطر اینکه خب اینا استروید زیاد مصرف میکنن برای این بیماری، استروید به علت مصرف استروید گلاکوما در چشمشون ایجاد بشه و میتواند حتی نیوواسکولار گلاکوما در چشمشون ایجاد بشه، یوویتیس بشه، خیلی چیزا. این در جواب اون فردی است که در هفته قبل در مورد تکایسو پرسید. حتما وقتی کسی تکایسو داره، بیماری تکایسو هم تو کارش کردن بیماری آتو ایمیون عروقه، یعنی فقط رگ‌ها رو گرفتار میکنه و به همین دلیل مرز پالس نداره، نبض نداره، بهشون میگن پالسلس. چون دست میذاره رو نبض مریض، نبض چیز نمیکنه، پالسلس مثل دیزیز هستش. ولی درمانش اینا به کورتون خیلی خوب جواب میدن، ولی باعث خوب همطور که عرض کردن از چشمشون هم معاینه میشن که خیلی مسئله مهمی هستش.
یک بار دیگه من عرض کنم که ما آقای دکتر نصیری نریمان نصیری متخصص گلاکوما از دوهینی های اینستیتوت به اصطلاح ادوانس های سرجری کلینیک پیوستن، پنجشنبه ها میان که مرز گلاکومایی رو ببینن. بنابراین اگر بیمار گلاکومایی دارید با ایشون کانسالت بکنید، حتما راه حل های خوبی رو بهتون نشان خواهند داد. خب میدونم که گلاکوما بیماری شوخی هم نیست. گلاکوما بیماری نابینا کننده است. گفته شده است که نمبر وان بیماری که در سنین اکتیویتی یعنی بین 40 تا 75 مردم رو کور میکنه دیابت هست و نمبر توش گلاکوما است. بنابراین خیلی بایستی در این مورد مواظب باشید، کسانی که گلاکوما دارن و کسانی که دیابت دارن، و مواظب هر دو بیماری باشید که هر دو بیماری هم قابل کنترل، قابل درمان، قابل پیشگیری. این نیست که مثل گذشته ما کاری نتوانیم بکنیم. البته که میتونیم کاری بکنیم، ولی شرطش اینه که شما به موقع مراجعه بکنید. اما اجازه دارید که با دوست عزیز دیگری صحبت بکنیم. دکتر رضاپور هستم، بفرمایید. الو جناب دکتر، درود بر شما عزیز. حالتون خوبه؟ مرسی عزیزم، انشالله که همیشه برقرار باشین. دکتر جان، من دو تا سوال از حضور جناب عالی داشتم. یکی اینکه وقتی سر آدم احساس سردی میکنه، مثلا تو تابستون احساس سردی میکنی، یعنی احساس میکنی که سرد سرده، علتش چیه؟ یکی اینم که وقتی البته این به شاید مربوط نباشه به چشم پزشکی، ولی در مورد عمل لیسیک یعنی که لنز رو عوض بکنن، پیش چه کسی باید رفت؟ چه کسی میتونه این لنز رو عوض بکنه که آدم از عینک راحت بشه؟ اتفاقا این که 100% مربوط به چشم پزشکی است عزیزم. ببینید، خب توجه بفرمایید تا من یه توضیحات در این مورد بدم. اگر شما واقعا در سرتون یعنی اسکالپتون احساس سردی میکنی، میتونه چند مسئله باشه. یکی این که اگر شما آرتروز گردن دارید، به خاطر اینکه آرتروز معمولا روی اعصاب و رگهای منطقه‌ای که به سرتون خون به عصب میده فشار میاره، میتواند این علائم رو ایجاد بکنه. بنابراین آرتروز گردنی رو باید بررسی کنی، نکنی وقت آرتروز گردن دارید. این خیلی مسئله مهمی هستش. یکی اینکه اصولا کسانی که فشار خون دارن، اگر فشار خونشون رو خوب کنترل نکنن، میتواند واقعا باعث علائم بشود و این مشکل رو ایجاد بکنه. حالا علائم دیگر مثل سینوزیت میتونه این حالت رو داشته باشه. ممکنه فرسون که شما اگر تمپورال آرترایتیس داشته باشید و یا تی ام جی داشته باشید، یعنی تمپورومندوبولار جوینت تون اشکال داشته دند، اشکال دندان پزشکی داشته باشید، همه اینها میتواند مسئله که شما فرمودید در سر رو ایجاد بکنه. اما چه کسی میتواند براتون کاری بکنه که شما از دست عینک راحت بشید؟ اون منم که این کار رو براتون میکنم. چطور میشه به شما دسترسی پیدا کرد دکتر جان؟ بله، یعنی چشم پزشکی مثل من، حالا مقصودم این نیست که شخص من، یعنی کسی که تخصصی مثل من داره، چشم پزشک هستش، کار کدرک خوب انجام میده. شما میروید میگویید که آقای دکتر من میخوام برای همیشه دیگه عینک نزنم، بایستی برام یه کاری بکنید که من دیگه از عینک راحت بشم. ایشون بهتون پیشنهاد میکنه که بله، حتی گفتم اگر کاندیدیت درستی باشید، مشکل تهی چشمی نداشته باشید، مکرو دیجنریشن نداشته باشید، بله کراتوکونوس نداشته باشید، قوز قرنیه، اینا، اون وقت بهتون میگه که ما لنز طبیعی که در چشم شما به طور طبیعی وجود داره رو برمیداریم، به جاش یک لنزی میگذاریم که این لنز کارش اینه که هم دور رو خوب ببینه، هم نزدیک رو خوب ببینه، هم اینترمیدیت رو خوب ببینه، هم آستیگمات رو برطرف کنه، هم پیرچشمی رو برطرف کنه، هم به اصطلاح دوربینی و نزدیک بینی همه رو تامین بکنه. پس بنابراین امروزه این به راحتی عملی هستش. اگر شما خواهان انجام این عمل هستید، مطمئنم با چشم پزشکتون اگر کانسالت بکنید، حتما این کار رو براتون انجام میدهد و خیلی خوب میتوانید راحت بشوید از عهده دید دور نزدیکتون برمید.
به خصوص امروزه که ما گفتم کاتاراکت با لیزر عمل میکنیم، فمتو سکند لیزر اسمش هست، فمتو سکند لیزر. با فمتو سکند لیزر که عمل میکنیم دیگه نور علی نور، یعنی دیگه بهترین نتایج رو میشه گرفت. شاید یه روزی آدم‌ها آرزو داشتن که بدون عینک زندگی کنن، ولی امروزه این آرزو به سهولت برآورده میشه و اصلا آرزوی بسیار پیش پا افتاده است. بنابراین نگران نباشید، با دکترتون صحبت بکنید، بگید من دلم میخواد که عینک نزنم، براتون توصیه میکنن لنز مالتیفوکال بزنم. منتها فقط یک نکته، من اینکه میگم خدمت شما اینو سوال پرسیدم برای اینکه توی دانشگاه که چشم پزشک من میگفتش که شما فعلا بین یک و دو هستی، باید صبر بکنید تا این برسه، بعدن که رسید کاتاراکت تو برداریم بعدن این کارو بکنیم. نه، کاملا این حرف غلط است. FDA اپروف کرده است clear lens extraction، clear lens extraction یا refractive lens exchange. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما حتی اگر کاتاراکت نداشته باشید FDA اپروف کرده، قبول داره که ما اگر فرض کنیم مریضی، من خانم 37 ساله‌ای به من مراجعه کرد خانومی و گفت آقای دکتر من از دست این عینک دیگه خسته شدم، 37 سال من اینه، من از 63 سالگی این عینک رو گذاشتم روی چشمم و با خودم کشیدم تا الان 37 سالمه، نه دورم خوبه نه نزدیکم خوبه، یه عینک بسیار سنگین جلوی چشمم هست، تو رو خدا من از دست این عینک راحت کن. این خانم از مثلا هموطنان ارمنی من که خیلی هم دوستشون دارم، وقتی این حرف رو من زد گفتم این آرزو خیلی راحت برآورده میشه، چرا نگرانی، چرا ناراحتی؟ من براش عمل کردم، ایشون جالب ایشون گلاکوما هم داشت، عمل کردم براشون این لنز رو گذاشتم، الان هر وقت میاد اول دم در یه سجده میکنه و میاد تو، برای اینکه میگه من الان بعد از 37 سال میفهمم زندگی یعنی چی و جهان رو میتونم ببینم. بنابراین این نیست که حتما باید صبر کنیم که کاتاراکت شما برسه بعد عمل کنیم و نمیدونم لنز بگذاریم، نه، بدون این حالت هم همین امروز هم میشه این کار رو براتون انجام بدم. من عرض کردم اون خانم که من برش کار کردم 37 سالشه. دکتر جان آیا این روی لیزی آی هم کار میکنه یا نه؟ نه لیزی آی یکی از اون مواردی است که برای این عمل کانتراندیکیتد هستش، نباید بکنیم، برای که این لنزا در گفتم فقط در چشمی که سلامت هست کار میکنه، پشت چشم سلامت، جلوی چشم سلامت، این لنزا درش کار میکنه. لیزی آی گلاکومای خیلی پیشرفته، نه گلاکومای کم، گلاکومای خیلی پیشرفته. دکتر جان لیزی آی رو کاتاراکتش عمل کردم ولی مثلا از کنار دید داره، از روبرو دید نداره، هیچ کاریش نمیشه کرد، اونو بلش کن، اصلا روی اون فکر نکن. بنابراین شما اگر لیزی آی داری، ببین اگر لیزی آی داری اصلا فکر این نوع لنزا رو نکن، برو همون لنز معمولی رو بذار، دید دورتون رو درست کنن، زندگی تو بکن. خیلی خوشحال شدم صحبت کردم باهاتون، اجازه فرمایید که با دوست عزیز دیگری من صحبت بکنم چون وقت تنگ است. بفرمایید عزیز. سلام عرض کردم آقای دکتر، با من هستی؟ ببین فقط با تلفن با من صحبت کن، تیوی رو ببند، با تلفن صحبت. بله بسته است که آقای دکتر از کنم خدمتتون، من هلوهوش تقریبا 5-6 سال پیش چشمم رو عمل کردم و خیلی راضیم از عمل هر دو چشمم، لنز برام گذاشتن که برای دور رو ببینم. متاسفانه من مقصر خودم هستم که تصمیم نگرفتم برای نزدیک بینیم باشه. الان از عینک خسته شدم، منتها از همه چی چشمم راضیم، نمیدونم دوباره آیا شما صلاح میدونین عمل کنم؟ من از آلمان دارم با شما صحبت میکنم، دوباره عمل کنم؟ نه، ببینید این لنزهای مالتیفوکال رو همون موقع که کاتاراکت عمل میکنیم بایستی تصمیم بگیرید بگذارید، بعد از اون اگر بخواید بگذارید میتواند عوارض بسیار سخت ایجاد بکنه و من برای هیچ کس اونم بعد از اینکه 5-6 سال بعد از عمل کاتاراکتش میخواد تصمیم بگیره اصلا توصیه نمیکنم و نمیکنم، یعنی اگر به منم مراجعه بکنید این کار رو براتون نمیکنم. بنابراین باید عینکتون رو بزنید
و اگر خشکی چشم مشکلی داره اونو درمان بکنید. متاسفانه همینه. ببینید همیشه من به مریض، همین دیروز من خانمی داشتم باهاش صحبت میکردم، قرار کدرکشون عمل بکنه، بهش گفتم ببین تصمیمت رو جدی باید بگیری، چون خیلی از مریضای من بعد از این عمل پشیمون شدن، برگشتن که آقای دکتر ما میخوایم اون لیزر رو بگذاریم، بعد دیگه نمیشه گذاشت. میشه گذاشت. شما اگر مگه در ماه اول، دو ماه اول، سه ماه اول برگردید، نه دو سال بعد، سه سال بعد. بله تو سه ماه اول هنوز بگ راحت بازه، میشه اون لیزر رو در آورد و لیزر مالتیفوکال رو گذاشت، من این کار رو کردم. ولی نه دیگه بعد از سه سال، چهار سال، پنج سال بعد از عمل دیگه نمیشه. یعنی خیلی خیلی خطرناکه برای چشم، به همین دلیل نمیارزه تا آدم خطر رو به مریض تحمیل بکنه. به همین دلیل به نظر من نه، شما اگر 5 6 سال پیش عمل کردید دست نزنید، با عینک خوندنتون بسازید و چاره نیست. شما میتونید مثلا براتون مانوویژن بکنم، ولی من مانوویژن خودم زیاد موافق نیستم. اصلا نه، من موافق نیستم، من فقط توصیه میکنم دید دور عالی اگر نگذاشتید لنز مالتیفوکال، برای نزدیک عینک بزنید، با اون نزدیکتون برای با اون عینک نزدیکتون بسازید، چاره نیست. بسیار خوشحال شدم با اتون صحبت کردم. اجازه فرمایید با دوست از دیگر من صحبت کنم. دکتر رضا پور هستم، بفرمایید. هستم. الو، سلام علیکم. سلام عزیزم. آقای دکتر عذر میخوام، من حدود 10 سال هستش که گلوکوما دارم، بعد قطره متفاوت ریختم، سنکوب کردم. الو بفرمایید. و قطره های دیگه ریختم، باز تشنج، حالت سرما بهم دست میداد و در حال حاضر بعد 8-9 سال یه 2-3 سال دلوزاماید میریزم. ولی سوال من این هستش که من میدان دیدی که هر 6 ماهی میرم میخوام بگیرم از میگیرن، چشم راستم که گلوکوما داره حدودا میدان دیدم میتونم بگیرم، ولی چشم چپم را به هیچ وجه نمیتونم میدان دید ازش بگیرن، چون به هیچ وجه نمیتونم، انقدر میسوزه که دیگه من نمیتونم میدان دید از من بگیرن. 2-3-4 دفعه پشت سر هم میگیرن، آخرش هم مینویسن تکراری و انجام نشد. میخواستم اینم چه علتی داره، چه کار باید بکنم؟ شما بیشتر به نظر میرسه که خشکی شدید چشم دارید. هر گونه داروی گلاکوما هم که برای شما بریزن این خشکی رو شدت پیدا میکنه. من اگر جای پزشک شما باشم اول یه دوریسافت براتون تزریق میکنم. دوریسافت چیه؟ دوریسافت یک داروی ضد گلاکوماست که ما تزریق میکنیم در داخل چشم. برای 5-6 ماهی دیگه شما نیازی نیست قطره بریزید، بعد چشمتون آروم میشه، خشکی چشمتون رو درمان میکنم. اگر خشکیتون خیلی شدید باشه یه PRP براتون میکنم. یعنی اینکه چیکار میکنم؟ خونتون رو میگیرم، اسپین میکنم، از پلاسمای خونتون با داروهای مخصوصی دارو براتون درست میکنم، میدم تا این سوزش و خشکی شدیدی که دارید برطرف بشه. البته به شرط اینکه دمودکس نداشته باشید. اگر دمودکس دارید دمودکستون هم باید درمان بشه. همه اینا رو که درمان کردیم، چشمتون که آرام شد، اون وقت میتونید ویژوال فیلدتون رو به راحتی براتون انجام بدید. این کارهایی است که برای شما بایستی انجام بشه. کجا زندگی میکنید؟ ایران. آقای دکتر عذر میخوام، من چشم چپم، چشم راستم که گلوکوما داره چی مشکلی ندارم، خشکی نداره اصلا، چشم چپم هستش که نمیتونم میدان دید بگیرم. خب برای چشم چپتون به هر حال، حالا اگر اینه حداقل PRP بکنن و دمودکسش رو درمان بکنن، آرام که شد اون وقت بذارن روی داروی مدتی، بعد از اون وقتی خشک چشمتون، ایراد غیر از خشکی نداره. چشمی که نمیتونه به یه جایی نگاه کنه، بلافاصله سوزش میکنه، یا دمودکس داره یا کانجنکتیو کلیسیس داره، اینا رو برطرف باید بکنه، باید درمان بشه. درمان که شد اون وقت راحت خواهید بود و میتونید بتونید میدان دید رو میتوانم براتون بگم. خب اجازه فرمایید که من با دوست از دیگر صحبت بکنم. یکی رضا پور هستم، بفرمایید. الو سلام آقای دکتر، درود بر شما. من یه سوال دارم از شما. برای خشکی چشم و آلرژی وقتی میریم خیلی انواع اقسام قطره هستش،
میخوام بگم کدومی که از این قطره ها رو واقعا شما رکامند میکنید که اثر خوبی داشته باشه؟ تشکر میکنم. مشکرم. ببینید، شما یک مبحثی رو باز کردید که به اصطلاح یک مثنوی 70 من کاغذ. شما لغت خشکی چشم که میگویید این نیست که واقعا یه چیز ساده ای باشه و منم یه قطره به شما بدم و شما مشکلتون برطرف بشه. ما اولا که خشکی چشم رو به 4 گرید تقسیم میکنیم، گرید 1 تا 4، و بر حسب اون گریدی که هست داروی اون گرید رو بایستی بده. یه وقت هستش که حتی گرید 4 جراحی لازم ده. اگر کسی شلیه ملتهبه داره، اگر کسی فرسون تریجوم داره، اگر کسی مشکلی داره که باعث عمل بشود، و باعثی اون کار رو برش انجام داد. ولی اصولا من اگر چشمی رو درمان کنم به مدت 3 ماه خشکی چشم و مریض واقعا خشکی چشمش همون گونه باقی بماند، اولا یه تست شوگرن میدم ببینم این شوگرن نداشته باشه. نه شوگر، شوگرن یه بیماری آتایمیون چشمیست که خشکی شدید ایجاد میکنه. اگر اون داره خب شوگرنش رو درمان میکنم. اگر شوگرن نداره یه PRP برش میکنم که خونش رو میگیریم، سپین میکنیم، از پلاسماشون قطره درست میکنیم، برشون میدیم استفاده کنم. ولی اگر از من پرسید به طور جنرال من یه قطره خشکی به شما معرفی کنم، ریتین بهترین قطره خشکی چشم به طور جنرال که اونو میتونید استفاده بکنید، RETAINE ریتین. اجازه دارم که با دوست عزیز دیگر صحبت کنم. دکتر رضاپور هستم، بفرمایید. سلام دکتر جان، از سوئد زنگ میزنم. بله بفرمایید. دکتر 3 سال گلوکوما دارم، فشار چشم 18 و 20 اینا، گانفورد استفاده میکنم و زیمبرسان. سیمبرسان. بعد شما چند وقت پیش یه داروی گفتی گلوکوزام، نمیدونم چیه، گفتی داروی از FDI تایید شده و خیلی خوب برای گلوکوما اینا. نمیدونم در آمریکا هم گفتین که اوکی شده اومده، ولی در سوئد هنوز نیومده. آیا این داروی گلوکوزام بود؟ نمیدونم چی بود دقیقاً، می‌خواستم به اسمش بدونم. آیا گلوکوما رو خوب می‌کنه یا نه؟ چجوری؟ من علنزاد چشم دیگه اینا همه چی خود تحت کنترل نمی‌سازم. ببینید، گلوکوما یه بیماری نیست که شما یه دوا مصرف کنید و خوب بشه و برید دنبال کارتون. دندون درد نیست که دندونتون بکشید یا دندونتون رو درمان کنید تمام بشه بره. نه، گلوکوما یه بیماری مزمنه، تا آخر عمر با شما هست، مگر اینکه عملش کنید. اگر عمل بکنه خب تا حد زیادی میشه گفت که میشه بیماری رو درمان کرد، یعنی اینکه فشار چش رو در یه حدی کنترل کرد که شما را آزار، عصب شما را آزار نده و دیدتون کم نشه. پس بنابراین مسئله درمان بدون جراحی برای گلوکوما وجود نداره، ولی مینتین کردن و دارو مصرف کردنش هست. شاید در مورد دوریسافت شما صحبت میکنید که من گفتم دارویی است که FDA اپروف کرده، ما الان استفاده میکنیم. این دارو رو تزریق میکنیم در داخل چشم مریض، به مدت 6 ماه احتیاجی به استفاده از داروی چشمی برای گلوکوما نداره. شاید این دارو دارویی است که الان در مارکت امریکا هست، مطمئنم که در مارکت اروپا هم هست. چرا؟ برای اینکه همیشه اول امریکا FDA صبر میکنه که یه دارو رو اروپایی ها تست کنن. اگر اروپایی ها تست کردن، چند سال استفاده کردن، گفتن خوبه، اون وقت FDA این کار رو میکنه. همیشه برای هیچ دارویی FDA پیش قدم نمیشه. بنابراین توی امریکا هم هستش. دوریسافت، این دوریسافت یه پلت خیلی کوچولویی هستش که با همون پشت استیتم توی آفیس همونجا که اومدیم معاینه بشید من تزریقش میکنم توی چشم مریض. در امریکا بیمه کاور میکنه، برای هر تزریقش یه چیزی حدود $2,500 قیمتشه و 6 ماه میمونه. بعد از 6 ماه 2 مرتبه باید تزریق میشه. اینه که اگر محصولتون این دارو هست، اینو در اروپا هم میتونه استفاده کنه. اجازه دارم که با دوست عزیز دیگر صحبت کنم. دکتر رضاپور هستم، بفرمایید. الو، الو، مثل اینکه این دوست ما دارن رادیو رو تلویزیون رو گوش میکنه. الو،
وقت تمام است؟ بله. خب در این دو دقیقه من اجازه فرمایید که دو نکته رو ذکر کنم. یکی این که کسانی که گلاکوما دارن در این حوالی هستن، در لس آنجلس هستن، میتوانند به مطب مراجعه کنند و از اطلاعات بسیار زیاد یک گلاکوما اسپشیالیست به نام دکتر نصیری در مجموعه ما ادوانس های سرژی کلینیک استفاده کنند. زنگ بزنید برای ایشون وقت بگیرید و بیاید حتما. میدونم که گلاکوماتون رو به هر حال یک فکر برش میکنید. نکته دومی که هفته آینده ما برنامه پرسش پاسخ داریم در رادیو، آماده باشید اگر سوالی دارید برای اون هفته مطرح کنید تا پاسخ بگویم. و نکته سوم این که دیگر از این به پس کدرکتی در مجموعه ما بدون لیزر عمل نمی شود. یعنی هر کسی می خواهد با کدرکتش رو با لیزر عمل کند می تواند به مراکز ما مراجعه کند. بهترین لیزر، لیزر ارکان رو ما در سرجری سنترمون داریم و سرجری سنتر ما هم فریدام ویژن سرجری سنتر پیشرفته ترین بزرگترین سرجری سنتر من میتونم ادعا کنم در غرب امریکا هستش و در حدود 47 چشم پزشک از این سرجری سنتر داره استفاده میکنه. بنابراین امیدوارم که آخر هفته خوبی داشته باشید. برای همه شما آرزوی تندرستی میکنم و برای مردم ایران آرزوی آزادی و سربلندی و برای جمهوری اسلامی آرزوی زباله‌دان تاریخ که به زودی البته به زباله‌دان تاریخ خواهد پیوست. و با درود بسیار و با سپاس بسیار از کارگردان فنی امیر عزیز که داهیان ما رو کارگردانی کردن. امیر جان هفته آینده ما اونجا در خدمت شما خواهیم بود. بدرود، تا درود.